أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أحمده وأشكره وأستعينه وأستغفره وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المؤمنين وصل على بقية الله في الأراضين أوصيكم عباد الله بتقوى الله ونظم أمركم. خداوند بزرگ را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری میکنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه عزیزان، شرکت کنندگان، خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. تقوایی که اگر در زندگی نصف العین برنامه هامون قرار بدهیم، در همه عرصه ها به او توجه و دقت داشته باشیم، برکات الهی سراغمان می آید، هم شخصی و هم جمعی، و ما را از خطرات می رهاند و به سرمنزل سعادت و نجات می رساند. الا فسونوها و تسبنو بها. امیر بیان پیشوای سفید رویان فرمودن مردم به هوش باشین و بیدار، تقوا رو حفظ کنین و با تقوا خودتان را از همه خطرات و مشکلات رهایی ببخشین. در خطبه اول بحث که مطرح میکنیم عوامل دینگوریزی و آثار نبود معنویت و یا کم شدن باور و معنویت در زندگی انسان، و در ادامه به چه وسیله هایی می توانیم با این پدیده و با این خلاصه حقیقتی که بخش از جامعه با او گرفتار هستند و هممون در معرضش هستیم و این خطر همگان را تهدید میکند، به چه وسیله ای میتوانیم با او مبارزه کنیم و از این جهت برای خودمان و خانواده هامان و نسل و جامعه و مردممان خدمت انجام بدهیم. با این نکته بحث را آغاز میکنیم که یک حقیقت است و یک واقعیت است، دین عامل اصلی کمال و تعالی انسان هست. یعنی انسان متدین، انسانی که آموزه های دینی را
قبول داره و مو به مو اجرا میکنه و ارزش‌های دینی و انسانی را واقعا رعایت میکنه، این انسان در واقع انسان است قانونمند، انسان است منظم، انسان است که همه اصول و شرایط و فرمها را در زندگیش اعمال میکنه در همه میدانها. چنین انسانی در همه عرصه ها بی عیب حرکت میکنه، در عرصه خانواده، در عرصه جامعه، در میدانهای مختلف کوچک و بزرگ با یک سیانت و با یک در واقع اطمینان حرکت خودش را به پایان میرساند. طبعا اگر دقت کنیم، دین مایه عزت است، مایه سعادت است. اولین بخشی را که درباره این موضوع صحبت میکنم، انسان متدین همیشه یک انسان بانشات است، یک انسان خوشبین است، یک انسان در واقع با روحیه است، افسردگی نداره، ناامیدی نداره، عقبگرایی نداره. یک انسان مؤمن معتقد است، چون متدین است، به یک زندگی بالاتر، یک زندگی بزرگتر، امنتر و ماندگار که تعبیر میکنیم از او از در آیات و روایات اعتقاد به بهش. خب چنین انسانی با سختی ها زود کنار می آید، چنین انسانی برای رسیدن به اون هدف و به اون باور همیشه با نشاط است، همیشه پویاست، همیشه فعال است. سختی ها و تنگناها او را نمی تواند از نشاط و سرزندگی و در واقع پویایی جلوش بگیره. من یک نکته ای را عرض بکنم، انشاءالله بحث ادامه میدم. مهمترین عامل که انسان متدین را با نشاط نگه میداره، به خاطر که خودش در معرض خدا میبینه. حالا فرصت نیست من همینطوری پیش آمد عرض میکنم، لحظات آخر در اون بخشای آخر حرکت عظیم و نجات بخش آقای امام حسین علیه السلام و خواهرشان حضرت زینب فرمودن، در صحبتی که مطرح کردن فرمود همه اینها برای من آسان است، حبنا علی ذالک، همه این مشکلات برای من آسان است، به انه به عین الله، چون خدا اینا را میبینه. خب حضرت زینب سلام الله علیها چطوری همه مشکلاتی را که در کربلا با اونا مواجه شد، اونها را حضرت زیبا دید و اونها را زیبا بیان کرد. به همین دلیل است که تحقیقاتی که امروزه در دنیا صورت گرفته به این نتیجه رسیدن که بین دین و استرس و اضطراب نسبت معکوسه. یعنی انسان متدین انسان با استرس نیست، انسان مضطرب و نگران نیست. عزیزان این یک حرف نیست، یک واقعیت است. الا به فکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا دلها آرام میگیره. در عصر حاضر روانشناسان و اندیشمندان روی این مقوله کار میکنن. یک چیزی مخفی نیست، یک چیزی کوچیکی نیست، تنها در جهان اسلام هم نیست، سایر ادیان هم به اشکالی خلاصه از اون باورهاشان یک استفاده هایی میکنن. اینه که اونها با کاملترین دین آشنا نیستن و بحث دیگری است. اما من حیث المجموع دینداری یک وسیله است برای آرامش. آقای جان ویلر یا ویلر، دانشمند هسته‌ای و مبدع سیاه‌چاله‌های فضایی،
یک دانشمند است در این عرصه خیلی کار کرده، خلاصه صاحب فکر است، مطرح است در دنیا، این تعبیر داره، میگه فرد مذهبی از طریق اعتقادات دینی بر مشکلات چیره می شود و از طریق اعمال مذهبی و شرکت در مراسم دینی به شبکه وسیع حمایت‌های اجتماعی متصل می شود. وقتی یک انسان متدین، خب شما این دوستانی که ایام رفتن کربلا برگشتن، با ایشان یک صحبت بکنین چقدر روانشان سبکه. خب اینا در یک مراسم شرکت کردن، با آقایی که میره حج برمیگرده، بعد از برگشت با ایش صحبت بکنین. شمایی که میایین نماز جمعه، وقتی از نماز جمعه میرین بیرون، خب در خودتان یک نگاهی بیندازین. این حرف است که روانشناسان معروف دنیا امروز صاحب نظرهای که در دنیا پشت سرشان خیلی طرفدار دارن، به این نتیجه رسیدن که دین عامل خوشبینی است، عامل نشاط است، عامل سرزندگی است. شما این رو میتونین در زندگی شبانه روزیتان حس بکنین. با یک آدم بی باوری، عذرخواهی میکنم، بی نمازی، بی دعای، بی حال رفیق بشین، همسفر بشین، شریک بشین، همکار بشین، با یک انسان سحرخیز، اهل دعا، اهل قرآن، اهل خلاصه نماز، با او هم رفاقت بکنین، مسافرت بکنین، چقدر تفاوت داره. پس دین عامل نشاط است، احساس آرامش در زندگی میاره برای انسان، در زندگی انسان قناعت میاره. انسانی که دین نداره، برای مجهولاتش، برای سوالهایی که براش پیش میایه پاسخ نداره، جواب نداره، لذا دچار سردرگمی میشه، دچار حیرت میشه. در نهایت وقتی ای سوال براش میایه، خب من این سختی را چرا تحمل بکنم؟ من چرا پسرم اینقدر به خوبی تربیت بکنم؟ چرا دخترم اینطوری تربیت بکنم؟ خب ما معتقدیم آدم مرد، بعد از مرگش فرزند صالح یک بخشی از پرونده انسان تکمیل میکنه. چرا من کار خیر انجام بدم؟ چرا به نیازمند خدمت بکنم؟ انسان متدین برای همه کاراش جواب داره، باور داره، اما انسان غیر متدین اینا را نمیتونه جواب بده. لذا این باورها وقتی سوالها مطرح میشه جواب نداره، انسان غیر متدین افسرده میشه، خسته میشه، زندگی براش سخت میشه. اما انسان مؤمن چون قلبش با خدا ارتباط داره از طریق دین، آرام است، قناعت داره، هر سختی و هر مشکلی را که پیش میایه به حساب دین میگذاره. خب فشار بالاش میایه، خلاصه یک حرکتی را انجام میده، اون حرکت برای رسیدن به هدف مرارت داره، بیداری لازم داره، گرسنگی لازم داره، علی کل حال خستگی داره، همه اینا براش آسان میشه. چرا؟ چون با یاد خدا قلبش آرام است. پس یکی از آثار دینداری قناعت است و آرامش در زندگی مادی. مسئله دیگر ایجاد امیدواری است. در مجموعه کائنات، در جمع بزرگ عالم خلقت خودش را مؤثر میدانه، برای خودش نقش میبینه، برای خودش جایگاه میبینه، خودش یله و رها و بیمسئولیت نمیپنداره، مهمل نیست، از بیماری های روانی آزاردهنده رهایی پیدا میکنه، به سراغ یک حرکت منظم می رود. به همین دلیل است که انسان مؤمن انسان امیدوار است،
لذا گفتن مؤمن بین خوف و رجاست. ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین، عزت مال مؤمنه، مال خداست، مال پیغمبر است، مال مؤمن است. چه عواملی اینها آثار دینداری بود؟ من چند تا را عرض کردم که اصل بحثمان خلاصه شروع بشه و یقینا بیش از اینها در هر بخشی می شود صحبت کرد. علل و عوامل کاهش معنویت، چرا در بعضی جاها، در بعضی از خانواده ها، در بعضی از محیط ها، در بعضی از کشورها معنویت کم میشه؟ علت داره. خلاصه وقتی مثلا باران کم میایه یک علتی داره، وقتی مثلا آب منابع کم میشه یک علتی داره، هوا وقتی آلوده میشه یک علتی داره، بعضی ویروس ها وقتی پیدا میشن، همه اینا علت داره. عوامل کاهش معنویت و دینداری چیست؟ یک نکته بسیار مهم، گسترش گناه در جامعه. هرچه گناه در جامعه زیاد شد، به همون اندازه عوامل دینداری کاهش پیدا میکنه. آقا جامعه ای که دنبال گناه است، خانواده ای که دنبال گناه است، منطقه ای که مردم دنبال گناه است، خب طبیعیه وقتی گناه زیاد شد معنویت کم میشه. اینا با هم دیگه در نبردن. خب قرآن میگه این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز جلوی فحشا و منکرات میگیره. اگر کسی دنبال منکرات رفت، دنبال شراب رفت، دنبال رشوت رفت، دنبال نامحرم رفت، دنبال غیبت رفت، طبیعیه دیگه اونجا نماز نقش نداره، رنگی نداره. شما در خانواده ای که دعا و ثنا و عبادت است، اونجا هم یک سر بزنین، بعد همسرداری و اولادداری و فرزندداری و برادرداری و خواهرداری را اونجا ببینین، همسایه‌داری را، اونجایی که همش گناه است و معصیت است و خدمت شما عرض میشه که بی بندوباری است، اونجا هم اینا را یک نگاهی بکنین، چقدر متفاوته. امام صادق فرمود ان الرجل یذنب الذنب، بعض وقتا آدم در روز گناه میکنه، فیحرم صلاة اللیل، روز گناه میکنه شب نمیتونه نافله شب بخونه. و ان العمل السیء، فرمود عمل سیء یعنی گناه، اسرع فی صاحبه من السکین فی اللحم، گناه اونقدر اثرش بالاست که کارد وقتی به سمت گوشت کشیده می شود برای بریدن گوشت، قطع کردن گوشت، اثر گناه در انسان سریعتر از اون اثر کارد است که در گوشت انسان حواله میکنه. این اثر گناهست. وقتی گناه زیاد شد دینداری کم میشه، معنویت کم میشه. یکی از چیزایی که معنویت کم میکنه، از عوامل کم شدن معنویت، تغییر الگوها در زندگی. دوستان، نمازگزاران، قرآن به ما میفرماید الگوی شما پیغمبر است. خب ما گاهی الگو ما نه عوض میکنیم. اگر الگوی را انتخاب کردیم، او الگو خودش اهل معنویت نبود، اهل نماز نبود، اهل عبادت نبود، اهل دینداری نبود، طبیعی است که با تغییر شرایط اگر ما سمت الگوهای جدید رفتیم، فرهنگ بیگانه، فرهنگ تهاجمی، فرهنگ وارداتی، توانست الگوهای زندگی جدید در جامعه معرفی بکنه، طبیعی است وقتی ما با اونا نگاه میکنیم اونجوری نگاه میشیم. خب یه وقت شما با کسی رابطه دارین، وقتی نماز میخونه اذان هم میگه، بین اذان و اقامه سجده هم میکنه، بعد اقامه هم میگه، خب یواش یواش شما نماز ده اینطوری میخونی. روایت داریم وقتی انسان اذان و اقامه میگه دو صف ملائکه پشت سرشه. المؤمن الوحده الجماعه. ما یک وقت با کسی رابطه داره که نمازش خیلی سبک میگیره، طبیعیه.
ما این الگو سرمان اثر میگذاره. حالا من مثال خیلی خلاصه خودمانی زدم، شاید شما با یک کسی رابطه برقرار بکنین در تجارت، در سیاست، در خدمت شما میشه که روابط خانوادگی او خیلی از اصول دینداری را رعایت نمیکنه. طبیعیه، انسان الگو پذیره. لذا روایت داریم سیعت علی الناس زمانون، یک زمانی میآید بر مردم، لا یبقا من القرآن الا رسمه، از قرآن فقط خطش باقی میمانه، و من الاسلام الا اسمه، از اسلام فقط اسمه، یسمون به، فقط نام اسلام میبرن، ای فقط به سر مردم با نام اسلام میکوبن. و هم ابعد الناس من، اینها از اسلام خیلی دورن، اونایی که فقط از قرآن حروف و کلمات بلدن، از اسلام فقط نام اسلام به زبان میبرن. فرمود مساجدهم عامرتون و هی خراب من الهدى. بعضی ها فکر میکنن آبادی مسجد به همینه که ساختمانش لکس باشه، این روایت هست، میفرماید مسجدهاشان از نظر ساختمانی خیلی آباده اما از هدایت خلاصه، خراب من الهدى. خیلی ها دارن میان مسجد درست میکنن، ساختمان مسجد درست میکنن، مگر با ساختمان مسجد مسجد آباد میشه؟ مسجد به عبادت، به اخلاص، به معنویت، به صفای، به روشنگری است. آدم اونجا که میره احساس بکنه یه چیزی گیرش میاد. فرمود فقها و ذلک الزمان شر و فقها تحت ظل السما، دانشمندان اون زمان بدترین دانشمندان است که در زمین زندگی کردن. اینطوری نیست که هر کس سواد داشت اون بالاخره بتونه الگو باشه. وقت نیست من نماز جمعه هم ایجاب نمیکنم. الان خیلی وقتا میگیم آقا چرا این کارو میکنین، میگه که بالاخره دیگرا به ما گفتن، کلانا گفتن، قرآنی را قبول نداره. میگه به جهنمی ها فردا گفته میشه که چرا به جهنم رفتین، قالو انا اتعنا سادتنا و کبراءنا، میگه ما از کلانا و از بزرگا پیروی کردیم. اونی که الگوی قرآنی است، الگوی خدایی است، از او باید حرف یاد گرفت. بعد میفرماید خرجت الفتنه و الیهم تعود، منهم خرجت الفتنه و الیهم تعود، فتنه از همینا بلند میشه، به سمت همینا برمیگرده. ما امروز باید متوجه باشیم الگوی من کی باشه. یکی از عوامل که دینداری ضعیف میشه کاهش معنویت، این تغییر الگوهاست. این الگو دیگه در اختیار ماست، الگو من کی باشه. سومین عامل ابزارهایی که باعث انحراف است، وقت کمه، ماواره ها، اینترنت، تلویزیون، انواع و اقسام سریال ها و فیلم ها. نمیگم اینا قابل استفاده مثبت نیست، هست، اما اکثرا باعث انحراف است، باعث قلت دینداری است. یکی از عوامل این اعتیادها و گرفتار شدن به مواد مخدر است. عوامل زیادی داریم. عامل دیگر ضعف ایمان و باورهای اعتقادی است. هرچی باور انسان قوی بشه دینداری انسان زیاد میشه. مؤمنین، خواهرها، برادرها، اینی که در روایات داریم المؤمن کالجبل الراسخ، مؤمن مثل کوه استوار است، اون عقیدش او را کوی استوار میکنه، و الا جسم مؤمن با غیر مؤمن اونقدر فاصله نداره. یکی از چیزهایی که واقعا خطرناک است لقمه های حرام است، خوردن خلاصه غذاهای حرام و شبهناک. روزگار انسان سیاه میکنه. و آخرینش عرض بکنم
که اینها هم در زندگی اثر داره، با این هم باید مبارزه بکنیم. فقر مادی در زندگی، باید یک برنامه‌ای در زندگی داشته باشیم، با فقر مبارزه کنیم، با نیازمندی مبارزه کنیم. آقا امیرالمومنین فرمودن الا و من و ان من البلاء الفاقه، بخشی از بلا فقر و نیازمندی است. و اشد من الفاقه مرض البدن، از فقر بدتر مریضی است. و اشد من مرض البدن مرض القلب، اینه که قلب ها مریض میشه، این عامل دیگری است، قلت دین و ایمان است. حالا چه راههایی را میتونیم دنبال بکنیم که با این پدیده شوم، با این خلاصه مرض و این عامل نابسامانی مبارزه بکنیم؟ راهش چیه؟ بالاخره ما اینجا جمع میشیم تحت عنوان نماز جمعه که عجز فقرا هست، تنها به مشکلات و گفتن مشکلات که نمیشه بپردازیم، باید راههای به اصطلاح کنترل و در واقع تبدیل کردن مشکلات را به فرصت ها حرف داشته باشیم. می توانیم با راههای جلب این حادثه را بگیریم، دیندار بشیم، معتقد بشیم، باورمند بشیم. یک، شناخت اساسی و درست دین. اگر دین خوب بشناسیم خیلی از اینا جلبش گرفته میشه. این جمله را در همه خلاصه خطبه اول بیشتر دقت کنین. پیغمبر فرمود حواس هممون جمع باشه. کلمه اوف در قرآن بعضی جاها آمده، اوف لکم ولی ما تعبدون، اوف بر شما و چیزایی که عبادت میکنید، یعنی بت ها. پیغمبر فرمود اوفن، اوف لکل مسلمین، برای هر مسلمانی که لا یجعل فی کل جمعه، در هر جمعه یک روز را برای یادگیری امر دینش نمیگذاره. بابا برای یادگیری دین در هفته یک روز را در نظر بگیریم، این همه کارهای دیگه انجام میدیم، بابا این اساس کار ما نه، این اساس زندگی ما نه. پیغمبر میفرماید اوفن لکل مسلم، وای بر هر مسلمانی که برای یادگیری دینش یک روزی را در هفته در نظر نمیگیره. یتفقه فیه امر دینه و یسأل عن دینه، در اون روز مسائل دینیش یاد بگیره، در اون روز سوال بکنه، بپرسه از مشکلات دینی. یکی از راه ها اینه. یکی از راههایی که میتوانیم دیندانی را ترویج بکنیم به سوالات جوان ها پاسخ بدیم. جوانه، ذهنش پره، ذهنش فعاله، هر لحظه سوال براش خلق میشه، باید جواب بدیم. نمیشه بگیم آقا تو حق سوال کردن نداری، از من روحانی بخواد سوال بکنه جواب ندم، از یک استاد، از یک معلم، از بزرگتر. همه این سوالا کم 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 تبدیل میشه به یک خلاصه وسیله انفجار باور. باید سوالات و شبهات را که در ذهن جوان ها هست اینا را پاسخ بدیم تا دینداری رایج بشه. حضرت علی فرمودن، مخاطبشان امام حسن مجتبی علیه السلام بود، علیهم السلام، انما قلب الحدث کالارض الخالیه، قلب جوان مثل زمین است که تا هنوز چیزی داخلش کشت نشده. مهما القی فیها من شیء قبلت، هر چیزی را که داخل اون قلب، داخل اون زمین بیاندازی و میمانه. خب پس با جوان باید بشینیم سوال داره جواب بگیم، در مکتبا، در مدارس دینی، در آموزشگاه ها، در هر جایی که جوان ها رفت آمد دارن این مسائل خلاصه دنبال بکنیم. اتفاقا یکی از چیزایی که دینداری را زیاد میکنه آسانگیری است. بعضی ها فکر میکنن دیندار شدن خیلی سخته. نه، ما فکر میکنیم اینطوری است، دین آسانه. شما ببین همین نمازه که اینقدر مهمه. خب مسافر رفتی
مسافرت رفتی شکسته بخون، نتونستی وضو بگیری ضرر داشت با تیمم بخون. روزه ای که اون همه مهمه، مریض شدی نگیر. آسانگیری یکی از راه های رو آوردن مردم به دینه. خدا چی میگه؟ یرید الله بکم الیسر، خدا از شما آسانی خواسته. ولا یرید بکم العسر، سوره بقره آیه 185، از شما سختی و دشواری نخواسته. پیغمبر فرمود یسر ولا تعسر، آسان بگیر سخت نگیر. بشر ولا تنفر، مردم بشارت بده مردم متنفر نکن. بابا با سختگیری با این همه ابزار تنفر خب مردم زده میشن، مردم رو بر میگردانن. یکی از عوامل ترویج دینداری نهادینه کردن معنویت و اخلاق در میان خانواده. با دعوا نمیشه، باید جا بندازیم. چطوری؟ با کدام بیان بگم؟ بعضی چیزا آرام آرام داخل زندگی انسان جا میفته. شما دیدین اگر بخوایم دارو را مثلا به شدت به سرعت وارد بدن بکنیم خب اثر نداره. نمیشه سیروم میره که 3 ساعت برای مثلا داخل کردنش به بدن وقت لازم داره، ما بخوایم 5 دقیقه این سیروم داخل بدن مریض بریزیم. دینداری رو باید نهادی نکنیم. اگر میخوایم راستگو باشیم خودمان اهل راستگویی باشیم، اگر میخوایم منظم باشیم خودمان منظم عمل بکنیم، اگر اهل وفا و صداقت هستیم خودمان با وفاداری اینا را به مرتبطین ما مربوطین ما نهادینه بکنیم. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودوا الناس والحجاره. از او آتشی که ایزومش خود انسان ها و سنگ هاست خودتان و خانوادتان نجات بدین. علی کل حال یکی از عوامل ترویج کتابخانی است. وقتم طولانی شد. واژه یا همین کلمه کتاب در قرآن 232 بار آمده، از جمله در اول سوره مبارکه بقره الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. درسته موبایل داریم، همه چیز داخل موبایل میشه پیدا کرد، اما جای کتاب نمیگیره. کارشناسا به این نتیجه رسیدن مردمی که با کتاب فاصله دارن دیانتشان اعتقاداتشان ضعیف میشه. در روایات کتاب بوستان باغ گلستان معرفی شده. یکی از عوامل که می توانیم دینداری را ترویج بکنیم وقت بگذاریم با فرزندانمون صحبت بکنیم، رابطه داشته باشیم. این فرمایش پیغمبر است که هر طفلی با عقیده به خدا به دنیا می آید. کل مولود یولد علی الفطره، فطرتش خدا باوری است. پدر مادر است که او را یهودی میکنه یا نصرانی میکنه یا مجوسی میکنه. فرزند از اول با فطرت دینی به دنیا می آید. بهترین الگو و بهترین راه برای تدین جامعه معرفی سیره اهل بیت علیهم السلام و معصومین است. و خوشحال هستم که الحمدلله در این سالها شاهد مجالس و محافل مؤمنین در این شهر و در جای جای کشور هستیم. حضرت رضا معروف است به عالم خاندان رسول الله، عالم آل محمد. اللهم صل علی فرمودن خدا رحمت کنه کسانی را که امر ما را احیا میکنن. بعد گفتن آقا امر شما چگونه احیا میشه؟ فرمود که علوم ما را یاد میگیرن بعد به مردم یاد میدن. مردم وقتی زیبایی سخن ما را
بفهمن بشنون خود به خود با ما رابطه برقرار میکنن. این تعبیر آغاست، لو علم الناس لو علم و محاسن کلامنا لتبعونا. اگر زیبایی های سخن ما را مردم بفهمن خود به خود میشن پیرو ما. خب اونا که در دینداری در رأس بودن، پس یکی از عوامل همین مجالس هست، همین معرفی صحیح خلاصه سیره و سبک و روش زندگی اهل بیت علیهم السلام است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام علی محمد رسول الله و علی علی امیر المؤمنین و علی الصدیقه الطاهره و علی الحسن والحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت الخلف الصالح ائمة المؤمنین. بار دیگر خودم و همه عزیزان را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. در خطبه دوم به سه نکته میپردازم. امروز 27 سپتامبر است، روز جهانی گردشگری، و همینطور اول هفته فکر میکنم شنبه روز جهانی صلح بود. درباره صلح و گردشگری صحبت هایی را خدمت شما نمازگزاران تقدیم میکنم و بخش پایانی خطبه دوم تذکرات مربوط به مسائل مردم و جامعه و خلاصه اون چی که به صلاح من هست به اونها از باب وظیفه اشاره خواهیم کرد. چرا یک روزی را به عنوان روز جهانی گردشگری انتخاب کردن؟ خب هدفش چیه؟ در واقع با مطرح کردن این عنوان یا با انتخاب یک روز به این نام میخوان این مطلب رو دنبال بکنن که آگاهی مردم نسبت به گردشگری و نشان دادن تأثیر رفت و آمد و گردش در جامعه روشن بشود. ابعاد اجتماعی داره، ابعاد اقتصادی داره. از این جهت یک روزی را به نام روز گردشگری نامگذاری کردن. اگر یک روزی را برای صلح نامگذاری کردن، هفته روز جهانی صلح، به خاطر این است که صلح و آرامش، گردشگری و رفت و آمد دو بال پرواز یک انسان است. انسان مثل پرنده گاهی میتواند پرواز بکنه. پرنده با پرواز خیلی چیزا نصیبش میشه. ما انسان ها اگر فضا آرام باشه و اگر اهل رفت و آمد باشیم خیلی از مشکلاتمون حل میشه. زیربنای توسعه صلح. یعنی اگر قرار است یک کشور از نظر توسعه سطح بالا بره، پولدار بشه، کارخانه دار بشه، بهترین تولید داشته باشه، بهترین امکانات داشته باشه، این زیربناش صلح. صلح فقط به معنای این نیست که جنگ نباشه. ما از بس
خلاصه مشکلات دیدیم تا میگیم صلح، فکر میکنیم جنگ که نباشه بسه. نه بابا، صلح فقط جنگ نبودن نیست. صلح اون حالتی است که انسان ها بتونن کارهای کلان بکنن، خودشان در آرامش ببینن، حقوق همدیگر رعایت کنن، با همدیگه محیط های آرام و کلان را تعبیه کنن، بسازن، به رفای بزرگ برسن. بابا صلح نباشه، ما میتونیم مثلا 30 و چند ولایت داریم، 30 و چند تا میدان هوایی داشته باشیم، به هر ولایتی بخوایم بریم تیاره سوار بشیم، اینا در صلح نصیب ما میشه. ما چقدر امکانات داریم، این کشور بعضی جاهاش برف است، بعضی جاهاش خلاصه در حال پخته شدن و رسیدن میوه است، بعضی جاها 40 درجه هوا گرم است، بعضی جاها میبینی برف است. خب اگر امکانات باشه، صلح باشه، همه اینها وسیله میشه برای پیشرفت. گردشگری تنها مسافرت کردن نیست، بگیم آقا ما از اینجا به اونجا میریم. گردشگری به معنای آشنا شدن با فرهنگ هاست، با تمدن هاست، فرصتی است برای ایجاد پیوند و آشتی، ارتباط بین باورها، فرهنگها، عادتها، رسومها. نتیجهش میشه از بین رفتن تعصبات، نتیجهش میشه تفاهم، نتیجهش میشه همدلی. گردشگری مسئولانه باعث حفظ محیط زیست میشه. از اون محلهایی که مردم میرن باعث میشه آدم ها از اونجا حمایت کنن. نتیجه گردشگری میشه توسعه پایدار. اگر میخواییم یک کشور آباد داشته باشیم، اینا از چیزاییست که لازم است به اینا بپردازیم. خب حالا چون صلح خیلی مهم است، من خیلی خلاصه درباره صلح صحبت کنم، بعد 2-3 نکته درباره گردشگری هم صحبت میکنم. میدونین صلح و آرامش آرزوی دیرینه بشره. شما پیرمردای 80-90 ساله را با ایشان صحبت کنین، همشان از ناآرامی ها رنج بردن، خاطرات تلخ دارن. بشر یکی از آرزوهاش خلاصه صلح و آرامشه. بعضی ها میگن نمیشه، بهش دسترسی پیدا نمی کنیم، اما اسلام میگه نه، صلح جهانی میآید. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. در باورهای دینی ما داریم انشاءالله میآید. و دلیلش هم اینه که در دورانی که حکومت در اختیار انبیا بوده، در اختیار صلحا بوده، ولو در یک مقطع و در یک خلاصه نقطه، بشریت اون مقطع و اون نقطه طعم صلح و آرامش چشیدن. پس معلومه چیزی شدنی است، منتها صلح و عدالت اینها لازم و ملزومه. اگر قرار صلح بیایه چاره ای نیست جز عدالت. ارکان اصلی خلاصه صلح و سازنده صلح و پدید آورنده آن مسائل است که باید اینها را در نظر بگیریم. اگر اینا باشه صلح می آید. ببینید یکی از چیزایی که می تواند به عنوان رکن صلح باشه، شما دیدین در مسائل فقهی داره میگیم نماز ارکان داره، خیلی چیزا رکن داره. یکی از ارکان صلح چیه؟ کرامت انسانه. آقا ما انسانها را باید کریم ببینیم، انسان جانشین خدا نگاه کنیم. در آیه 30 سوره بقره خدا میفرماید اینی جائلون فی الارض خلیفه، من جانشین خودم را در روی زمین قرار میدم. در آیه 70 سوره اسراء میفرماید و لقد کرمنا بنی آدم، نمیگه یک قوم، نمیگه یک طایفه، نمیگه یک عقیده، اینی جائلون فی الارض خلیفه. انسان کرامت داره، انسان جانشین خداست. ببینین
اگر همه ما با این نگاه به دنیا نگاه کنیم، با این نگاه به مردم نگاه کنیم، آقا این انسانه، این جانشین خداست، این کرامت داره، چقدر سلم میآیه، چقدر آرامش میآیه. یک عده میگن نه بابا همه باید نابود بشه برای که من آقا باشم، همه باید گرسنه باشن، همه باید اسیر باشن تا من احساس سیری بکنم، احساس آزادی بکنم. این نمیشه. این یکی از ارکان صلحه. دومین رکن صلح، دقت کنین، این حس پیدا بکنیم که همه مردم دنیا خانواده خدا هستن، همه مردم. الناس عیال الله، ناس، حتی نگفتم مسلمان، الناس عیال الله، مردم عائله و خانواده خدا هستند. و احبهم الی، اون یکی را خدا بیشتر دوست داره که انفعهم الیهم، بیشتر فایدهش به مردم میرسه. اگر یک کسی آمد مردم خانواده خدا دانست، او دیگه دنبال صلح. اصل همتباری و وحدت ریشه، خداوند در سوره حجرات در آیه 13 می‌فرماید افراد بشر فرزندان یک پدر و مادرند، فرزندان یک پدر و مادرند. کلکم من آدم، اون در قرآن بود، این حدیثه، همه شما از آدم هستید. اگر ما خودمان یک خانواده بدانیم، این همه به سر و کله هم دیگه نمیزنیم. یکی از چیزایی که صلح به وجود میاره و ماندگار میکنه، نظارت الهی. اگر به این اصل عقیده پیدا کردیم که همه کار ما رو خدا میبینه، اونجا زمینهای صلح بیشتر فراهم میشه. خب مطالب زیاد است و فرصت کم است. این اصول اقتضا داره که افراد بشر با کرامت به اونها نگاه شود. حقوقشان غیر قابل تغییره، باید به حقوقشان پایمند باشیم. خودمان از یک تبار بدانیم، خودمان را عضو یک خانواده بدانیم. با این بینش و این تفکر احساس مهر و عاطفه کنیم، در قبال اونها احساس مسئولیت کنیم، خدا را ناظر و آگاه از کردارمان بدانیم. اینها زمینه صلح را فراهم می کند. اما متاسفانه اندیشه هاییست که اون اندیشه ها با صلح نمی سازد. اونهایی که دنبال زورن، دنبال قدرتن، اینها دشمنان اصلی صلحن. اونهایی که به حقوق مردم احترام قائل نیستن، اینها باعث زحمتن. سعدی در بین خلاصه صحبتهاش تعبیر رسایی دارد، میگوید من در جهان از کسی خرمم که جهان از او خرم است. کسانی که دنبال آبادی همه جا هستند، اینها صاحبان اندیشه صلحند، اینها باورمندان به کرامتن و به انسانیتن. یکی از چیزهایی که صلح را ماندگار میکنه، راهی است که قرآن با عنوان صراط مستقیم معرفی کرده. خب منطق زور، منطق حیوانی، منطق جهل دشمن صلح است، دشمن آرامش است. با عدم صلح، با نبودن صلح، توسعه پایدار و پیشرفت به دست نمی آید. مسئله دوم مسئله گردشگری است. گردشگری یعنی بتانیم کار بکنیم که خلاصه مسافر از کشورهای دیگه بیاین داخل افغانستان. حالا در بخش افغانستان میگم، یا مثلا به شهرهایی که زندگی میکنن مردم، خب مسافر بیاین. بابا این غیر از مسئله رفت و آمد برکاتی داره. حالا من همشه نمیشه اینجا خدمت شما عرض بکنم. میدانین
مسئله گردشگری چقدر مهم است؟ شورای جهانی سفر و گردشگری در سطح دنیا را میگم در سال 2021 این آمار داد، گفت که 1,000 میلیارد دلار، نمیگم 1 میلیارد دلار، نمیگم 1,000 میلیون، 1,000 میلیارد دلار عاید کشورهایی است که گردشگرا را تانستن جذب بکنن. پردرآمدترین صنعت در حال حاضر گردشگری است در دنیا و جالبه بیشترین برداشت از این عواید سهم مردم میشه، یعنی حالا دولت هم یک چیزایی میگیره در دنیا از گردشگری، اما بیشترین درآمد گردشگری ها مال مردمه. 1,000 میلیارد دلار تعارف میگذاریم کنار، کشورهای کنار ما، همسایه های ما، کشورهای دنیا چیکار دارن میکنن؟ عربستان سعودی یک کشوری است که مکه در عربستانه، مدینه قبر پیغمبر در عربستانه، چقدر پول خرج میکنه؟ آقای رونالدو را و همینطور دیگه فوتبالیستارا که در دنیا مطرح هستن اینا را دعوت میکنه تا خودش معرفی بکنه، بعد پول بگیره. ایران با گردشگری صحت و گردشگری مذهبی سعی داره در جذب توریست و تا کنون میلیاردها دلار از ایران پیدا کرده. همسایه ما ترکیه، امارات، همه اینها دنبال اینه که گردشگرها را ببرن و پول در بیارن. خب هیچی هم فقط پول میان خرج میکنن، خب مثل سایر درآمدان است. آتا ما اگر گاز و نفتم بفروشیم، زغالم بفروشیم، باید یه چیزی بدیم. گردشگر که از ما چیزی نمیبره، فقط میای اینجا هتل داشته باشه، جای امن باشه، خدمات باشه، موتر باشه، تیاره باشه، خلاصه شرکت باشه، عمل و نقل باشه، پولاشو بگیریم. در حالی که افغانستان یک کشوری است بهترین موقعیت های گردشگری داره. از نظر گردشگری افغانستان ویژه است. ظرفیت بسیار بالا داره. بعضی از کشورها جاذبه های گردشگریشان تک جاذبه است، یعنی یک بخش داره. افغانستان جاذبه های مختلف داره. آقا بلخ یک جاذبه داره، کابل دیگه جاذبه داره، غور دیگه جاذبه داره، بامیان دیگه جاذبه داره. همه اینها زمینه های اقتصاد و زمینه های پیشرفت در کشور فراهم میکنه، اما لازم است مدیریت بشه. من راهای مدیریت خلاصه اگر میتونستم عرض میکردم خوب بود، اما علی کل حال میبینم فرصت خیلی کمه و معطلتان نکنم، اجازه بدین من یکی دو تا را عرض بکنم. مثلا منار جام دومین سازه بزرگ خشتی در جهان است، در هریرود است، 800 سال قدمت داره، اولین اثر ثبت شده افغانستان در یونسکو است. ما عوضی که این را نگه داریم آبادش بکنیم، بالاخره خدمت شما باشه، توریست اینجا بیاریم دعوت بکنیم، من در حال تخریبه. من زمستان ها که میشه اخبار گاهی گوش میدم، در این عرصه ها میگن احتمالی که نابود بشه. خب این رقم که وضع اقتصاد خوب نمیشه. ما عوض توریست، تروریست در کشور زمین سازی بکنیم، وضعیت اقتصادی بالا نمیره. راه های پیشرفت اگر یاد نگیریم، هرچه قرآن بخوانیم بی اثره. اینا هدینا و سبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما خدمت شما عرض بشه راه ها را به شما نشان دادیم. سیرو فی الارض فانظر کیف کان عاقبت المکذبین. دارای افغانستان فرهنگ تاریخی است، مناظر طبیعی است که اینها همه هدف های گردشگرا هستند و می توانیم
با چند نکته را رعایت کردن این زمینه را بالا ببریم. یک، امنیت بالا ببریم. در مدت‌های زیادی بالاخره مسئله ناامنی بود، حالا هم این مشکل ناامنی وجود داره. اگر در حد کمی مسئله امنیت فیزیکی هست، خلاصه امنیت روانی باید تأمین بشه. هیچ گردشگری نمیاد یک جایی که ناآرام است اونجا مسافرت بکنه. زیر ساخت ها باید برنامه ریزی بشه. بالاخره گردشگر میاد، هتل لازم داره، خوابگاه لازم داره، غذای خوب میخواد بخوره، وسیله خوب سوار بشه، جاده و خلاصه مسیر حرکتش دوست داره شایسته باشه. همینطور بنیادهای سیاسی باید تغییر بکنه، مسئولانه و خردمندانه باید تصمیم بگیریم، ذهن مردم باید به کشور جلب و جذب بکنیم. تقویت فرهنگ صلح و مدارا یکی از زمینه‌های جذب توریست و گردشگر است. همکاری با بین الملل با دنیا زمینه دیگری است. توسعه مسئولانه گردشگری مخصوصا بهداشت و سلامت محیط زیست. خب بالاخره یک گردشگر میاید در یک نقطه دنبال یک پدیده و یک طبیعت زنده و نو و بکر است. خب اونجا بهداشت نباشه احساس آرامش نمیکنه. فرهنگ تبلیغات و معرفی بتانیم علی کل حال اینا را معرفی بکنیم. ارتباط عمیق است و ناگسستنی بین صلح و آرامش و گردشگری، و می توانیم با یک برنامه کلان خلاصه بخشی از مشکلات کشور با استفاده از این راهکارها حل کنیم. خب طولانی شد، من یه نکته کوتاه هم درباره مسائلی که در این اواخر مهاجرین گرفتارن و خب پیش مهاجرین آمدن به داخل افغانستان. ما در شرایطی هستیم که یعنی خودم میگم این اخبار زودتر از شما دوستان خبر میشیم، با ما تماس میگیرن در گروه هایی که هستیم، خلاصه این خبرها نشر میشه، گذاشته میشه. وضعیت واقعا دلخراش است. افغانستان یقینا یکی از کشورهایی است که بیشترین مهاجر در سطح کشورهای جهان داره. خب من گذشته هم صحبت کردم، حالا دلایل داره این کثرت مهاجرین، منتها در این اواخر بعضی از خلاصه رویدادهای واقعا دلخراش نسبت به جریان مهاجرین اتفاق افتاده. ما تشکر میکنیم از کشورهای که مهاجر پذیرفتن، مخصوصا کشورهای همسایه. مسئله بیرون کردن یا خلاصه برنامه برای بیرون کردن افراد غیر مجاز یک حقیقتی است که باید همه بپذیریم. بالاخره کشورها قوانین دارن، لازمه نظم و امنیت و پیشرفت اینه که هر کس به کشوری میره با مجوز بره، با ویزا بره، ویزاش تمدید بکنه. این طبیعیه، اگر این رعایت نشه واقعا همون بی‌نظمی میشه. اما بعضی از حرکت ها واقعا دلخراش است. ما شاهد بعضی از اخراج هایی هستیم که اینا دارای مدرک هست. بعد تعابیری که در مراکز مهم و اساسی کشورها مطرح میشه، تعابیر بیگانه، اتباعی بیگانه، خب مهاجره. مسلمان با مسلمان بیگانه نیست. اینها بعد ما الان نمونه هایی داریم که خب خانم سر کار رفته، از سر کار این خانم اخراج شده، رد مرز شده، شوهرم نداشته، طفلش داخل خانه است. خب اشکال نداره بیرون بشه، بالاخره میشه تغییر برنامه داد. حالا این رو دستگیر کرده بره یک هفته بهش وقت بده. باور کنین خانمیست، بالاخره شوهر نداره، بچه‌هاش داخل خانه است، شاید اصلا درش هم محکم باشه تا مردم بفهمن، لباسش خلاصه، حالا ممکنه یک زندگی داشته باشه. میشه اینا رو خوب مدیریت کرد. من یقین دارم یک
واقعا چالشه. این نظم اینجا رو میگیره. کسایی که برنامه رو میریزن اینطوری نیست که همه به این وضعیت راضی باشه. خب مهاجر غیر قانونی اخراج اشکال نداره، اعلان بشه، پیگیری بشه. مسئله ثبت نام دانش آموزا، خب این از الطاف بوده که کشورهای همسایه ما به اطفال ما داشتن، اینا باید به یک شکلی علی کل حال محترمانه حل بشه. البته من اینو باید عرض بکنم به مسئولین افغانستان که اصل ماجرا اینجاست. چرا مردم مهاجر میشن؟ باید اینی که توصیه اخلاقی بشه به کشورهای همسایه، آقا شما با مهاجرین خوب برخورد بکنید، این زیاد خرج نداره، کارایی هم نداره. همطوری که من حرف میزنم در حد یک اطلاعاته. بالاخره هر کس تبعی یک کشور است و کشورش مادرشه، باید این مادر برای پذیرایی و بزرگ کردن و پرورش همه فرزندانش برنامه داشته باشه. نمیشه مادر بچه را به دنیا بیاره و رها کنه، دیگران مادری نمیکنه. مسئولین باید قضیه را جدی بگیرن، ایجاد کار، ایجاد شغل، راه درآمد. خب از متخصصین استفاده بکنیم. کشور نیاز به پیشرفت داره، اونایی که کار بلدن، توان دارن، اونا رو باید جذب بکنیم. علی کل حال مطالبی واقعا در این روزها در کنار مشکلاتی که مردم غزه دارن، فلسطین دارن، جدیدن خباثت هایی که علیه لبنان شده و دشمن مشترک مسلمان ها، کفر و شرک جهانی، مشرکین و دشمنان مشترک جهان اسلام برنامه را دارن، این وضعیت خلاصه یک مقداری به این ماجرا کمک میکنه و روح و روان جامعه اسلامی را ناآرامتر میکنه. ما امیدواریم که ضمن احترام همه مقررات کشورداری و حکومتداری در قبال هر جریانی که پیش میایه با آیندنگری، با اخلاق و با دلسوزی انشالله دوستانه و دلسوزانه و مخلصانه برنامه ریزی بشود. خدایا فرج آقا و مولای ما صاحب الزمان برسان، عاقبت امور مسلمین ختم به خیر بگردان، توطئه دشمنان اسلام به خودشون برگردان، عزیزانی که با حضورشان نماز جمعه این پایگاه عزت، بیداری و سربلندی را یاری میکنن، عزت دنیا و آخرت نصیبشان بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.